تاریخ رو میشه تشبیه کرد به یک توپ پارچه. توپ پارچه که بسته است، فقط یه مترش رو شما باز کنی میتونی تا آخرش بخونی که آقا بقیه هم همین نقش و نگاره داره، هر نقش ستاره باشه همینطور تا آخرش هست، معمولا اینجوریه. و این تاریخ، ما میتونیم تاریخ امروز رو بر اساس گذشته در نظر بگیریم. اگر در گذشته ظلمی شده بر مردمی، همون ظلم دوباره بشه، دوباره همون مردم اگه یا قیام میکنن یا نمیکنن، هر چی که گذشته کردن دوباره انجام میدن. و انسان به نظر من که تاریخ افغانستان رو خصوصا مطالعه میکردم و یه گوشه از تاریخ رو شاهد بودم دیگه، عمرم 67 ساله، وقتی که روس‌ها شکست خوردن و شوروی از افغانستان رفت، 7 حزب مجاهدین افغان به جون هم افتادن. این در تاریخ افغانستان تکرار شده. من با خودم گفتم اگر که رهبران افغان رو باید همه مجبور میکردن که بشینن درس تاریخ بخونن. مثال که میگه سومی آمد و زد را زد و برد، این دوتا جنگ میکردن، سومی برد، آخر از حکومت از دست اینا رفت به دست کرزی و نمیدونم غیر ذالک. ولی اگه اینا تاریخ خونده بودن، هیچ کدومشون راضی نبودن که کمتر از رئیس جمهور بشن. اگر تاریخ خونده بودن به سفیرم راضی میشدن، نمیدونم عوضی که غلام دیگران باشن به وزیری هم راضی میشدن. خب تاریخ نخونده بودن، دوباره درس گرفتن. قرآن پاک ما رو تشویق میکنه که تاریخ رو بخونیم. الله پاک میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلهم، آیا در زمین نمی سیر نکردن، سیاحت نکردن، گردش نکردن، نرفتن، ندیدن که ببینن عاقبت کسانی که قبل از اینا بودن چگونه بود؟ اگه بد بودن عاقبتشون بد بود، اگه خوب بودن عاقبتشون خوب بود. حالا بیایم به تاریخ افغانستان. افغانستانی که امروز در ما میبینیم، نقشه‌ای که تقریبا همه شما دیدید، این نقشه افغانستان رو اگر ببینید، این در سال 1684 چنین کشوری وجود نداشت اصلا تا سال 1709 و بعد حتی از اون سالا. این کشور بین ایران و هند و خانهای ازبک تقسیم شده بود. قندهار و هرات دست امپراتوری صفوی بود، کابل و بلخ دست امپراتوری هند بود، به جاهایی در شمال هم در دست خانهای ازبک بود. پس چنین کشوری اصلا وجود نداشت، نامی به نام افغانستان وجود نداشت. افغانستان از کجا به وجود اومد؟ میخوایم در این باره صحبت کنیم. کمتر کسی میدونه، شاید هیچ کس ندونه، که مؤسس افغانستان محمد باقر مجلسی هست. محمد باقر مجلسی چه ربطی به افغانستان داره؟ این عالم دین شیعه است و دین شیعه را اصلا این درست کرده، مخترع شیعه است این. و این چه ربطی داره؟ جالب داستان رو بدونید. داستان از وقتی شروع میشه که شاه سلیمان صفوی، پادشاه هشتم صفوی ها، یعنی یکی مونده به آخر، سال 1684 آخرای قرن 17، شیخ الاسلام اصفهان میمیره، شاه اسماعیل صفوی، این شاه سلطان حسین، البته عکس اشتباه آوردن، شاه سلیمان صفوی. این که شیخ الاسلام میمیره، این آقا علامه حسین انصاری رو شیخ الاسلام میکنه. خب چه فرقی داشته با شیخ الاسلام قبلی؟ فرقش این بود که تا اون تاریخ ایران نظامیش دست صوفی ها بوده، مله ها بودن، صوفی ها هم بودن، صوفی ها نظامی بودن. از اولی که صفوی به وجود اومد توسط صوفی ها به وجود اومد، نظامی بودن، کشته میدادن، قربانی میدادن. شاه سلیمان صفوی قدرت داشت به دست ملاها، یعنی نفر دوم کشور شد علامه حسین انصاری. وقتی که به سفر میرفت عبای خود داد شاه، پادشاه لباس شاهی خود رو برای حسین انصاری فرستاد، شیخ الاسلام، و این امر و نهی میکرد، مهر در دست این بود. 5 سال بعد آقا مرد، ولی با همه کاران باز در دستش نبود دیگه، بالاخره شاه که نبود، این قدرت دوم داشت. ملاها در دوره صفوی خیلی محترم بودن، شاهزادگان صفوی نمیتونستن غیر از شاهزاده های دختراش، نمیتونستن غیر از شاهزاده های صفوی رو بگیرن، ولی میتونستن ملاها رو بگیرن. ملاها با شاهان صفوی خیلی نزدیک بودن، نمک خورده هم دیگه بودن. خب محمد باقر مجلسی رو شاه سلیمان میکنه شیخ الاسلام، و تا وقتی که زنده بود بعد از مرگ حسین انصاری،
این آقای محمد باقر مجلسی تا وقتی شاه سلطان سلیمان زنده بود زیاد حالا زور نداشت، اما وقتی شاه سلطان حسین به حکومت رسید که این باعث شد اصلا به اون به حکومت برسه بین دو شاهزاده ای رو انتخاب کرد، قدرتش زیاد شد. به سلطان حسین این رو به اصطلاح مریدش تقریبا بود، اینم اون رو خیلی دوست داشت و به این اختیار تام داد که هر کاری دلت میخواد بکن، و این وزیر شد، نفر دوم در دولت شد، به یک معنی نفر اول شد. شاه که 5000 تا زن داشت در عیش و عشرت بود، کشور بود به دست محمد باقر مجلسی. امروز شیعه ها سعی میکنن که بگن نه گناه شاه سلطان حسین بود، اما اون گناه نداشت، گناه این بوده، ولی خب تاریخ دیگه دست شیعه ها بوده، نوشتن. خب این چیکار کرد؟ حالا ربطش به افغانستان چیه؟ این آقای شاه اسم این آقای محمد باقر مجلسی علامه یک مرد کمالگرا بود. یعنی چی؟ یعنی همه چیز رو میخواست برای خودش. مثلا زرتشتی ها رو ممنوع کرد، گفت زرتشتیگری ممنوع، زرتشتی ها باید مسلمون بشن، باید ختنه بشن و ممنوع شد. اصلا در زمان امیر محمد باقر مجلسی زرتشتی ها فرار کردن رفتن هند، اونجا آزاد بودن. و وقتی که شاه پسر همین میرویس یعنی محمود شاه محمود وقتی که قیام کرد، زرتشتی بهش کمک کردن تا اصفهان گرفت. یعنی اینقدر با شاه صفوی بد بودن. گناهی که بود گناه محمد باقر مجلسی بود. این چیزای عجیبی میگفت، مثلا میگفت یهودی ها نجس هستن و بارون میاد باید تو خونه باشن، چون آب بارون به اینا میخوره، آب بارون نجس میشه و همه مردم نجس میشن. حق نداشتن یهودی ها به چی برن، به گرمابه، به حمام، حمام عمومی. یکم ارمنی ها رو فقط این چیزی میداد، به سنی ها من نظر این نجست و کافر بودن از نظر محمد باقر مجلسی، و میخواست که همه این سنی ها رو شیعه کنه. و از این بین این سنی ها قنداری هم سنی بودن دیگه، سنی های ایران که قندار هم جزوش بود، هرات هم جزوش بود، در مرزها زندگی میکردن، چون در مرزها مانور میدادن. وسط شهرها به زور شیعه شده بودن، ایران که پایگاه سنی ها بود، اما در مرزا وقتی به اینا حمله میشد قبیله بود دیگه، فرار میکرد میرفت دورتر. مثلا مردم پکتیا در افغانستان الان هم میگه مردم به اصطلاح صحرانشینش کوچیا به یا کولیا به قول ما، اینا هنوز هم وقتی میخوان بچهای خود بزنن میگن که قجر اومد. قجر یکی از قبایل سازنده صفوی است، یعنی از بس که اینا ظالم بودن، ولی اینا فرار میکردن میرفتن تو امپراتوری هند، یا مثلا کردا بودن میرفتن امپراتوری عثمانی، یا مثلا قفقازی ها بودن، لزگی ها بودن، شیشانی ها بودن، چیچینی ها بودن، اینا میرفتن به بالاتر. ولی این آقا ملا محمد باقر مجلسی به این چیزا کار نداشت، میگو اینا باید چیه بشن. این باعث شد که شورش ها در بگیره. یک شورش مثلا کردها شورش کردن، همدانی گرفتن، لزگی ها شورش کردن، شیروان گرفتن، چون اصلا اینا مساجد اونا رو استبل درست کرده بودن، کتاباشون آتیش میزدن، حتی به دخترای سنی تجاوز میکردن. در کتاب رستم الخلفا، رستم الحکما نوشته شده که یک زن سنی رو در اصفهان بهش تجاوز کرده، رفته شکایت کرده، گفته ما آخه سنی رو نمیتونیم مجازات کنیم، به خاطر شیعه رو نمیتونیم به خاطر سنی مجازات کنیم. باز هم به صورت مسخره میگفتن، میگفتن حالا تکلیف این زن چی میشه؟ میگه که گفت قاضی گفت که تکلیف زن چی هم نمیشه، زن که لذت برده. این دولتش بود. طبعا شروع شد، مثلا لزگی ها حمله کردن و شیروان، تمام شیعه رو کشتن، کردها حمله کردن، بلوچ ها شورش کردن.